خب سلام به همه دوستان، وقت همگی بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت تک تکتون هستیم. امشب دوباره در خدمت آقای دکتر مرادی عزیز هستیم و مطمئنم که هفته پیش همه خیلی خیلی خوش اومد از لایف. خیلی ها به من مسیج دادن که چقدر جلسه خوبی بود، چقدر حس خوبی در واقع منتقل شد. منم خیلی دوست داشتم بسیار بسیار انرژی فوق‌العاده آقای دکتر رو. من زیاد وقت رو نمیگیرم، ایشون رو عد میکنم که در خدمتشون باشیم. سلام عرض شد قربان. سلام، وقت بخیر، احوال شما؟ ارادت، حال شما چطوره؟ قربان شما، متشکرم، شما خوب هستید؟ خوشحالم که میبینمتون یک بار دیگه. یک هفته گذشت. بله، یک کپ روز شد، چقدر سریع میگذره. دقیقا به یک چشم زدم. حال شما چطوره؟ شکر خدا، پرفکت. شما خوبین؟ بسیار عالی، ممنون، سپاسگزار. خوبین؟ من اینم سایلنت کنم، اون یکی گوشی رو الان بیام، الان دیدم. قربان شما، شکر خدا، همه چیز مثل همیشه است. بسیار عالی، بسیار عالی. آقا من اول تشکر میکنم که بازم وقت گذاشتین و در خدمتتونیم، افتخاریه. من اینترنت هم بندازه من تو کارم هم اینترنت مجزا داره، من اینو به این وصل کنم بیام. هیچ مشکلی نیست. خب خیلی ممنونم باز از اینکه تایم میذارین. الان اوکی شد؟ الان دیگه فکر کنم کانکت شدین، درسته؟ الان همه چوکه، الان همه چوکه. بله، بسیار عالی. خب بازم تشکر میکنم که وقت گذاشتین، ممنون از شما. ما اون هفته، من یه مرور بکنم برای دوستانی که نبودن و اونایی که بودن، بالاخره همه چیز با تکرار بالاخره جا میفته. ما موضوع صحبتمون 10 قدم در واقع دردناک تا موفقیته. خب 5 تاشو صحبت کردیم، فرمودین اولیش ویژن هست یا همون در واقع هدف، دومی رو گفتیم ویژوالایزیشن یا در واقع تصویر پردازی، انگیزه یا همون پشن، چهارمی فیلیر یا همون شکست، و پنجمی سوشیال مدیا یا استفاده از در واقع مراجع اینترنتی که بتونیم اطلاعات بیشتری کسب بکنیم، درسته؟ بله بله. خب ما در خدمت شما هستیم دکتر جان با بحث جذاب، یعنی 5 مورد آینده و انرژی فوق‌العاده شما. خب خیلی خوشحالم که این فرصت به من دست داده که در خدمت شما عزیزان باشم با حالا 10 قدم دردناک تا موفقیت. ما 5 قدم رو توی قسمت قبلی راجبش صحبت کردیم و حالا دوستان بودن توی لایو دیدن. یه چیزی که ذهن من درگیر کرده، چرا این ویورا 16 نفر گیر کرده یا من دارم 16 میبینم؟ نه بالا میره. نه برای شما گیر کرده فکر کنم، برای من داره بالا میره. اوکی اوکی، پس اون درسته، من اشتباه از من. قدم ششم توی 6 قدم توی 10 قدم تا موفقیت، قدم ششم بحرانه. یعنی شما وقتی که چلنج. این کارها رو انجام میدید، آره چلنج، یعنی وقتی که وارد این مراحل میشید، دست به سرچ میزنید، دست به تحقیق میزنید، توی این مسیری که هستید این کارها رو انجام میدید، انگیزه رو پیدا کردید، مسیر رو پیدا کردید، هدف رو پیدا کردید، تصویرسازی کردید، یک جایی میخوره که به بحران میخورید. حالا این بحران ها به انواع و اقسام مختلف میاد. بحران میتونه، خیلی از افراد فکر میکنن بحران فقط مثلا بالا رفتن نرخ دلار، گرون شدن چیزیه. نه، بحران همیشه این شکلی نیست. بحران خیلی وقتا مادر منه، پدر منه، بحران دوست منه، بحران کسایی که خیلی نزدیکن. آره، بحران اینجوریه. فکر نکنید مثلا من میگم بحران، فکر کنید مثلا حتما باید قیمت نفت آمریکا یهو بریزه که به این بگم بحران. نه، توی مسیر موفقیت یک جمله از شخصی که من روش حساب باز میکنم توی ذهن من میاد و بحران ایجاد میکنه، میاد اون حس منفی رو در من به قدری بالا میبره که از لحاظ ذهنی من دچار بحران میشم، از لحاظ فکری توی مسیرم دچار بحران میشم. راحت ترین راه و کاربردی ترین راه توی رسیدن به اهدافمون و موفقیت اینه که اولین مرحله بپذیریم که ما توی مسیر موفقیت تنهاییم. این مسیر، مسیر سولوه، هیچ کس قرار نیست به شما کمک کنه، نه ذهنی، نه جسمی، نه فیزیکال، نه مادی، نه حتی از لحاظ انگیزه و انرژی. یعنی وقتی این موضوع رو بپذیرید،
بخش اعظمی از بحران ها توی زندگی شما تو مسیر موفقیتتون اتفاق نمیفته. یعنی اون احساساتی که نسبت به اون مسئله پیدا میکنید برای شما پیش نمیاد، چون شما اولی مرحله پذیرفتید که آقا اوکی این مسیر مسیری نیست که من روی کسی روش حساب باز کنم یا نظر کسی بتونه رو من تأثیری بذاره. باید بپذیری که اوکی تو این مسیر قرار خیلی ها من رو ناامید کنن و ناامیدی تو این مسیر پیش میاد، باید حتما پذیرفتش. این یک یه سبک از بحران دکتر جان راجع به این، شما چون این کلمه رو دو بار، یعنی هم هفته گذشته روش صحبت کردین، همین هفته دارید راجعش صحبت میکنین، و اونم اینه که این یک مسیر تک نفره است و باید بفهمیم، یعنی اکسپتنس یا همون در واقع پذیرشی که دارید راجبش صحبت میکنید، به نظر من خودش اصلا یه بعد شخصیتی که خیلی ندارن، یعنی خیلی پذیرش هیچ مسئله رو ندارن، طرف فقط یک بعدی و تک بعدی نگاه میکنه. منظورتون از این مسیر یک طرفه یا پذیرش این چیه؟ اینو یه ذره باز میکنید برام. ببین انسان موجودی اجتماعی، من این موضوع رو میپذیرم. اوکی انسان کاملا اجتماعی، این قضیه خیلی قشنگه. اوکی من این قضیه رو پذیرفتم که انسان موجودی اجتماعیه. اما شما الان یک هدفی داری، من از هدف شما بیخبرم، ولی بیاید اصلا بپرسیم واقعا هدف چیه. مثلا یکی از اهداف مادی تو من بگو. مثلا میخوام فلان ماشین رو بخرم برای مثال. والا من اینجوری نگاه نمی کنم به اهداف، چون فکر می کنم که یه ذره از اینا گذشتم. من یه مقدار، ببینید، من ارگانیزیشنی نگاه می کنم، یعنی من سیستماتیک تر نگاه می کنم. مثلا من اعتقادم اینه که چیزی که باعث میشه یک آدمی در واقع یک نشانی از موفقیت برای خودش تولید بکنه، یا در واقع یک المانی از موفقیت تعریف بکنه، افرادی هم که دور و برش شکل میگیرن، و من اعتقادم اینه که شما باید بتونید دست دیگران هم بگیرید، و من ترجیح هم بر اینه که بتونم به دیگران. ببینید من اعتقادم اینه که باید آدم بتونه خوب نکات مثبت دیگران رو پیدا بکنه، کشف بکنه و بهشون کمک کنه اونو رشد بدن. بخشی از این نکات اقتصادیه، یعنی اگه آدم بتونه به یه آدم بفهمونه که آقای فلانی، خانم فلانی، شما یه توانایی ذاتی دارید، مثلا شما میتونی در فلان زمینه بدرخشی، من اگه بتونم اینو بهش یاد بدم و بتونم هدایتش بکنم به اون سمتی، احساس میکنم اون موفقیتی که برای خودم لازمه رو به وجود آوردم. من یکی از، حالا چون گفتید مادی، یکی از در واقع چیزایی که همیشه توی ذهنم بوده، در واقع من اینطوری با خودم حساب میکنم، یک تاریخی به خودم میدم، مثلا یک تاریخ حالا خیلی دقیق، مثلا میگیم اینا در فاز مثال، در واقع مثلا میگیم 1 مارس 2021 من میخوام به 10 نفر کمک کرده باشم، مثلا درآمد ماهیانشون به $10,000 برسه. حالا هر کدوم از اینا میتونه شاخه کاری خودشو داشته باشه، یا میتونه توی یک زمینه در واقع کار بکنه، چون راهبری المان نداره. من سوالم اینه که یه چیزی رو مثال بزنید واسه من که واقعی باشه، میخوام بگم چی میشه که مسیر موفقیت شد. خب مثلا توی صحبت های شما، مثلا بخرم در، مثلا به فرض مثال اسپانیا، یک ویلای مثلا قیمتش 3 میلیون دلاره، اینجوری صحبت کنم. آفرین. ببین میخوای یه ویلا بخری توی اسپانیا که 3 میلیون دلاره، این برای من قابل درک نیست، چون من نمیتونم اون رو تصور کنم. ولی وقتی شما هدفت مشخصا این باشه، تو اون مسیر در حال حرکتی. یا بیاید یه چیزی بگیم که واقعی، یعنی نزدیکتر باشه به شخصیت شما. میگی من دوست دارم که بیام و اون استعدادهای دیگران رو درشون بیدار کنم و اونها رو مسیرهای راهبردی بهشون نشون بدم که زندگیشون رو بتونن پیش ببرن، حالا چه لحاظ مالی چه لحاظ معنوی. فرض بگیریم شما هدفتون در نهایت در لحاظ قایی به این ختم میشه که بیاید و یک کمپانی استعدادیابی بزنید، یک کمپانی داشته باشید که مردم رو تشویق کنه و یا مسیر رو بهشون نشون بده به هر حالتی. این رو من نمیتونم، من ندیدمش اصلا، ویژن من نیست، من درکش نمیکنم. ولی شما با جزئیات تمام دیدیش. میدونید چی میگم؟ ما شخصیت‌های مختلفی داریم، آدم‌های مختلفی داریم. من همه هدفامو از دم مادیه، من کلا آدم مادیگرایی هستم، پول رو خیلی دوست دارم. خیلی خوبه، هیچ ایرادی نداره. من میگم نه، اصلا چیز بدی نیست. نه خوبه که بدونی، خوبه که بپذیری و بدونی، قبول کنی. یعنی او که من آدم معنوی نیستم، به معنویات اهمیتی نمیدم، زیاد فکر نمی کنم به خدا، برام مهم نیست. یعنی من اینجوری هم
هر کسی به باور بقیه خاص خودش رو داره. آره، من به همه احترام میذارم ولی من اینجوریم، یعنی من اینجوری فکر میکنم. من پول رو خیلی دوست دارم، مادی فوق العاده دارم، مادیگرایی هستم، اهدافم همش بر اساس پول و پول بیشتر و حالا لذت بیشتر. من لذت ها رو تماما توی داشته های بیشتر، توی گردش بیشتر، خونه بزرگتر. من اینجوریم، من اینجوری خب لذت اینا میبرم معنوی هم ازش. هست، اینا معنویاتی هم در درونشه. هست قطعا اینجوری نیست که خیلی خوش باشه، آره، ولی میخوام بهت بگم که اون خونه که میگی رو من ندیدم. اون هدف شماست میگیش، من میخوام راجبش اظهار نظر کنم یا اصلا میفهمم که هدف توه و شروع میکنم راجبش حرف زدن. دو تا اتفاق میفته، یا من میخوام به شما انرژی بدم یا انگیزه بدم، یا مثلا بهت بگم اوکی داری کار درستی انجام میدی، میخوام اصلا نصیحتت کنم. خب چون هدفت رو ندیدم، وقت و انرژی شما رو میگیرم که برای توضیح بدم چطور به اون برسیم، این در حالی که من اصلا نفهمیدم شما چی رو میخوای. یک چیزی که دومی 99% دومیش اتفاق میفته اینه که من شما رو میخوام منصرف کنم، چون از دیدگاه من اصلا خونه 3 میلیون دلاری تو اسپانیا غیر ممکنه. من به دیار من انرژی خیلی منفی اتفاق میدم، میفته درسته؟ اصلا 100% مواقع اتفاق برای شما میفته. چقدر اتفاق افتاده؟ هر روز، همین هر الان. روزم هنوزم اتفاق میفته. من همیشه توی لایو ها میگم من هدفم اینه که ایرلاین خودم رو بزنم و مجموعه هتل های خودم. من ایرلاین نه هواپیمای شخصی، هواپیمای شخصی خیلی بهش نزدیکم، اون اصلا هیچی. ایرلاین جهانی، یه چیزی مثل ترکیش ایرلاین و اسمشو میخوام بسیار بذارم عالی. آدام ایرلاین. این هتل هم اسم تماما آدامه، تمام اون هتل هم آدامه. و خب وقتی که شما با من برنامه ریزی کردم شما با ایرلاین من پرواز کنید، هتل های من تخفیف داره. قبلا اینو تو لایو قبلی گفتم. آره. و الان خیلی من زیباست، راجع در واقع به دارید اینو زندگی میکنید، اینجوری میتونید بگید. و خیلی ها به من میگن نمیشه، یا میگن بلند پروازی وقتی که مثلا مبحث مبلغ میشه، مثلا طرف میگه واو یارو 4 میلیون دلار داره، من زرف میگم 4 میلیون دلار رقمی نیست، هیچ کاری باش نمیتونی بکنی. با قول شما پول ویلا تو اسپانیا است، یعنی بعدش چی؟ اون ویلا رو بخری دیگه نون نداری بخوری، پولا تموم شد. 4 میلیون دلار میدی ویلا تموم شد، همین. یعنی پول بالایی نیست. بعد اینا میگن نه تو داری ادا در میاری میگی پول بالایی نیست. شما میگن نسبت به شما 4 میلیون هدفم. دلار داشته باشی، در واقع اون ویلا رو میتونی بخری ولی نمیتونی نگهداری کنی، چون خرید یک چیز، نگهداری هزینه خاص خودشو داره. به قول یکی از دوستامون ماشین داری بنزینشو نداری، نمیتونی زندگی کنی. آره درسته. توی هدف هم همین اتفاق میفته. حالا من مبحث سریع رد میشم ازش برسیم به قدم های بعدی جا نمونیم مثل دفعه قبل. اما توی هدفتون این موضوع میفته، این اتفاق میفته که شما هدفتون رو نمیتونید به دیگران اثبات کنید، نمیتونید بفهمونید، نمیتونید، نه کسی همراهتون میشه چون ندیدن اون رو، میدونید؟ یعنی کسی نمیبینه اون هدف غایی رو. اون سازمانی که شما دارید میگید، اون مسیر استعدادیابی تماما بر اساس شماست. شما ممکنه 100 تا کارمند داشته باشید، کارمندا درجات مختلف، از آبدارچی گرفته تا دستیار شخصی که نزدیکترین شخص با آدم تو هر بیزینسی محسوب میشه. دستیار شخصیه، من خودم بدون دستیارم فلجان پول اصلا. ولی خب از آبدارچی شرکت تا اون بالا دارن برای هدف شما تلاش میکنن، ولی این کمپانیه که روی شما داره ساخته میشه و به محض اینکه شما نباشی نابود میشه. یعنی هدف شما با شما میمیره رسما، چون دقیقا. هدف شمایی. و توی این مسیر خیلی ها بحران ایجاد میکنن از لحاظ فکری، به خاطر میگم این هدف سولوه. یعنی هر چقدر این یه چیز طبیعیه، من همه این صحبت رو کردم که اینو بپرسم ازتون، این کاملا طبیعیه. یعنی چیز عجیبی نیست که اگه یه آدمی مثلا نه. بره توی یه مهمونی بگه من میخوام تا سال آینده 5 میلیارد تومن پول در بیارم با درآمد 1 میلیون تومانی امروزم، چیز عجیبی نیست که بقیه مسخرش بکنن. نه ولی بقیه مسخره میکنن. خب پس میگم دیگه خیلی عادیه، این چیز عجیب غریبی نیست. آره. این در مسیر طبیعیه که از... مسخره کنن، بخشی از مسیره. دست ما رو بگیر کدوم بانک رو میخوای بزنی. آره دقیقا، بخشی از پروسس و باید بپذیرید که اوکی این اتفاق میفته و اصلا اهمیتی نداره اونها چی میگن. حالا هر گونه بحرانی که هست به همین نکته برسیم، چون خیلی احساس میکنن که همیشه باید تایید بشن. اصلا تاییدی وجود نداره به نظر آره. من قرار نیست کسی شما رو تایید بکنه، مگه کسی هست که دست شما رو بگیره؟ مگه کسی قراره که کمک بکنه که شما به لول بعدی برسی؟ من احساس میکنم همچین چیزی اصلا وجود نداره. یعنی به قول شما، حالا شما یه مقدار اون خشم داخلش بیشتره، تنهاییه یه مقدار هارشتره به قولی، ولی من میگم واقعیت داستان اینه که تفکر شماه که داره شما رو جلو میبره، نه چیزی که بیرونیه. اینا که هست،
و من همیشه میگم هواپیما رو باد مخالف بلند میکنه، یعنی اگر اون باد مخالف نباشه این اصلا بلند نمیشه. موفمنت شکل نمیگیره. فیزیکه دیگه، قابلیتی که وجود داره، درسته؟ قطعا همینطوره. خب ببین قدم بعدی عبور از بحرانه. این بحران ها برای پیش عبور میاد، قدم هفتم عبور از بحرانه. یک نکته که توی عبور، دو تا نکته طلایی هست که من همیشه توی عبور از بحران ها میگم، اینه که خیلی از افراد که دوچار این بحران ها میشن همیشه سعی دارن که خودشون رو یا اون هدفشون رو به دیگری اثبات کنن. یعنی من همیشه میگم روی خودتون سرمایه گذاری کنید. وقتی که من با شما مثلا وارد یک بحثی میشم و میخوام به شما اثبات کنم که هدف من مثلا یک هدف درستی، در حقیقت من دارم روی شما سرمایه گذاری میکنم نه روی خودم. آفرین آفرین. یعنی ببین خیلی جا پیش میاد، تا حالا من یه چیزی رو دقت کردی، طرف میگه خب فکر کنم که ما دکتر رو از دست دادیم. خب من دوباره عدشون میکنم. خب دکتر جان یه لحظه از دستتون دادیم. خب آره من میفهمیدین روی خودتون سرمایه گذاری کنیم. ببین آره برای عبور از بحران ها و بحران هایی که پیش میاد شما باید شروع کنید به سرمایه گذاری کردن روی خودتون. یعنی وقتتون رو، تایمتون رو، انرژیتون رو بذارید روی خودتون. یعنی سه مرحله پشت سر هم داره تایید میکنه که آقا برای عبور از هر گونه مشکلی که سر راه پیش میاد، اولین مرحله بپذیر که این مسیر سولوه. و وقتی که این مسیر رو یعنی این بپذیری که آقا شما تنهایی، بپذیری که آقا تو این مسیر هیچ کس نیست که کمکت کنه، قطعا عبور از بحران هم راحت تر میشه، سرمایه گذاری کردن رو خودتون راحت تر میشه، خیلی راحت تر میشه کل این مسائل. ببین یکی از مسائل اصلی که من میبینم خیلی از افراد درگیرش میشن، ما توی اینستاگرام این موضوع رو خیلی میبینیم، یه عکسی رو میذارن میگن 99% افراد جامعه نمیتونن اینو حل کنن، بعد تو ساعت ها میای وقت بذاری اون رو حل کنی، شاید هم نه شاید 3 دقیقه وقت بذاری. دقت کردی؟ اگر بتونی اختلاف این دوتا عکس رو پیدا کنی اوکی، پس تو یک نابغه ای، بعد میگردی اختلاف رو پیدا کنی. میدونی اون چرا؟ اون فقط برای اینتراکشنه در واقع، یعنی خود اون کسی که اینو میذاره برای اینکه شما رو درگیر بکنه دیگه. آفرین. حالا من توی جمعی نشستم، خب میام حالا ناخواسته یا خواسته یا برای اصلا حس بهتر پیدا کردم میام میگم که بچه‌ها من میخوام شغلم رو ول کنم، از کارمندی دست بکشم، شروع کنم به کارآفرین شدن، حالا سرمایه گذاری کنم توی بورس، بازار ارز دیجیتال، هر چی هستم، میخوام برم دست فروشم، میخوام سرمایه گذاری کنم تو روسری، برم دست فروشم، دیگه نمیخوام کارمند کسی باشم، میخوام شغل خودم رو، حالا هر چیزی که هست، مال خودم رو ولی راه بندازم. دقیقاً همین اتفاق میفته، دقیقاً همین موضوعی که شما تایمتون رو واسه یک موضوع حجب گذاشتید که مثلا بیاید به یه نفر اثبات کنید اوکی من اختلاف این دوتا رو پیدا کردم. اگه دقت کنی میگه اگر تونستی اختلاف فلان رو پیدا کنی عدد 6 رو کامنت کن. وقتت رو هدر میدی بابتش، اطلاعات حجبی رو داری وارد زندگیت میکنی. یا طرف میگه مثلا این عددا رو جمع بزن ببین چند میشه، فقط 3% از جمعیت میتونن جمع بزنن، بعد ملت میشینن واقعا جمع میزنن توی واقعا هم اشتباه حساب میکنن. اشتباه اصلا مهم نیست، بحثر درست و غلط بودنش نیست، همون نه میگم توی مسیر موفقیتتون شما، من چه خودم رو به شما اثبات کنم چه اثبات نکنم هیچ فرقی نمیکنه، در هر صورت بازنده منم که دارم تایمم رو برای اثبات میذارم، چون چه من اثبات کنم چه نکنم مسیر موفقیت من تغییری درش ایجاد نمیشه. فقط به یک نفر شما باید خودتون رو اثبات کنید، اون هم خودتونید. من هرگز با اثبات کردن خودم به مادرم یا پدرم یا به دوستم یا به رفیقم
یا به همسرم نمیتونم به جایی برسم، دکتر من من اصلا میتونم احساس خودم رو به میکنم خودم اثبات اثبات کنم. آدم اثبات شدنی نیست، یعنی شما نمیتونی خودتو به کسی اثبات کنی، چون ما آدما من فکر میکنم یه قابلیت ها، یعنی فکر میکنم که ماها هیچ وقت، حالا مثلا من یه کلمه رو ما تو فارسی داریم میگیم مثلا قانع کردن، خب این یه فرهنگ دیگه ما داریم، ما نمیتونیم قانع بکنیم کسی، چون آدما منطق خودشونو دارن، سیستم تفکری خودشونو دارن و بر اساس اون فکر میکنن، بر اساس اون تصمیم میگیرن. اگر قرار بود کسی منو مثلا متوجه بشه، قانع بشه با تمام ویژن ها و اهداف من، خب مسلما اون جای من بود، خیلی متفاوت میشد. دقیقاً من احساس میکنم هیچکی نمیتونه اینو در واقع هیچ کس نمیتونه واقعا تفکری جا بده. درسته، در واقعیت این اتفاق نمیفته، یعنی تو یک بحث منطقی با یک نفر دیگه هرگز این اتفاق نمیفته. معمولا دو طرف انقدر خسته میشن که بی خیال بحث میشن، بی نتیجه رها میشه. ولی این انرژی هایی که به شما داده میشه، اون تو انرژی که داری میذاری، اون تایمی که داری میذاری، اون خسته شدن این که میخوای به طرف اثبات کنی که من این مسیری که دارم میرم درسته، انقدر خستت میکنی که شما دچار بحران فکری میشی، بحران جسمی میشی، بحران ذهنی میشی و یه جایی اصلا خودت به خودت شک میکنی که آقا من مسیری که دارم میرم درسته، منی که نمیتونم مثلا به مادرم که نزدیکترین شخص به منه یا مثلا رفیقم که نزدیکترین شخص به منه هم چیزی رو اثبات کنم، نکنه داره اون درست میگه. برای عبور از این بحران ها صرفا راحت ترین کار اینه که آقا بپذیرید که تنها شخصی که شما توی زندگیتون قراره چیزی بهش اثبات کنید خودتونی. فقط باید به خودتون اثبات کنید که من میتونستم این کار رو بکنم و کردم و میکنمم، یعنی من میتونم این کار رو بکنم، میکنم و قطعا خواهم کرد. به خودتون فقط باید اثبات کنید. من همیشه میگم شما مسیر موفقیت رو مثل یک طلبکار باید در نظر بگیرید. طلبکار چطور میاد دم در خونه آدم؟ ما باید خودمون از خودمون طلب کنیم، چون ما به خودمون خیلی بدهکاریم، مخصوصا دقیقا. نسل ما که خیلی به خودمون بدهکاریم و خیلی زیاد باید از خودمون طلب من کنیم. خیلی دوست داشتم این مثالی که حالا هفته پیش آخر جلسه زدین، اگر اجازه بدین امروزم یه نکته رو باهاتون شیر می‌کنم حالا در آخر بحثمون. آره خب، شماره 8 چیه؟ عبور از چالش هم که گفتیم، عبور از بحران. ببین بعد از این پروسه‌ای که پیش میاد، در قدم هشتم شما دوچار ببخشید وارد مرحله تجربه میشید. اکسپیرینس بسیار آره اکسپیرینس. شما فرض اگر یک کسب و کار رو در نظر بگیریم، استارتش رو زدی، هدفت مشخصه، تو مسیر قدم برداشتی، حالا بحران داری، از بحران عبور کردی، همه این مراحل اتفاق افتاده، حالا در حال کسب تجربه ای، در حال رقابت ها پیش میاد، بازار پیش میاد، مشتری پیش میاد، تو این مرحله شما اعتماد به نفس بالاتری داری نسبت به قبل، چون دیگه حرف مادرت، پدرت، دوستانت، نزدیکانت، مادر پدر رو مثال میزنم، در کمال احترام برای تک تک مادر پدر ایرانی، متاسفانه 99% عدم موفقیت های ما به خاطر تربیت های اشتباهی ماست. دقیقاً. واقعیت‌ها رو باید پذیرفت. من یه آدم روکی ام، اگر بد میگم یا لحنم طوریه، من اینجوریام. نه فکر می‌کنم کاملاً درسته. یعنی اندازه‌ای که پدر و مادرهای حالا تو فرهنگ ما متأسفانه رویا کشتن، هیچ چیز دیگه‌ای در هیچ فرهنگی از دنیا اتفاق نیفتاده متأسفانه. بعضی وقتا بعضی از کلمات یه طوری روی آدم و مخصوصا بچه‌ها تأثیر می‌ذاره که سال‌ها طول می‌کشه. یک جمله ساده که مثلا از دیدگاه یک خانواده یه چیز ساده ایه، اون جمله انقدر تأثیر میذاره که سالها طول میکشه اون فرزند به طور این موضوع از شخصیتش بیرون بکشه. یعنی من مادرم یه جمله پیچیده دکتر به هم میگفت، الان گفتین یادم اومد، من خب توی دانشگاه موسیقی خوندم، یعنی حالا شاید هیچ رفتی هم به مباحثمون نداشته باشه، ولی یک دلیلی برای این کار داشتم که رفتم و در واقع هنر رو انتخاب کردم، موسیقی خوندم و در واقع حالا اون بحث این که رپ موسیقیه و اینا هم از اینجا در واقع نشد، از اینجا شروع میشد. بله، از دوران دانشگاه من شروع میشه. عرض حضورتون که من مادرم یه جمله به من میگفت، میگفت تو شروع پرشور پایان غم انگیزی، یعنی میگفت تو هر کاریو با یک شور و هیجان خیلی بالای شروع میکنی ولی در انتها به انتها نمیرسونی و این سالها منو اذیت میکرد. یعنی من احساس میکردم که خب من همه کاری رو نیمه ول میکنم. واقعا یه جایی فکر میکنم حدودا اگه اشتباه نکنم اول دبیرستان بودم، تصمیم گرفتم و فکر میکنم نقطه
اون نقطه تغییر من اون تصمیم بود که تصمیم گرفتم یک بارم که شده برعکس ول اینو نکنم. ثابت کنم، اصلا برعکسش رو ثابت بکنم. من باورتون نمیشه دکتر، کنکور داشتم تا 7 صبح آهنگ میساختم، ولی کنکورم هم رفتم ولی هیچ جا هم قبول نشدم. چرا؟ چون واقعا میخواستم اون کار رو انجام بدم و واقعا رفتم دنبالش و انجام دادم. یعنی میخوام بگم که اون جمله باید از بین میرفت. این چیزی که شما میگید کاملا درست، متاسفانه ما اینو توی فرهنگمون داریم. من توی ربطی به لایو نداره ولی مختصر مفید میگم که من تو بچگیم خانوادم من رو با یک همسایه بالاییمون که پسر داشتن، اون پسری که دارم میگم 24 ساله که الان دوست منه و ما از 5 سالگی با هم دیگه دوست بودیم، خیلی از خیلی بچگی با هم بودیم و من رو همیشه با این دوستم مقایسه میکردن برای 10 سال، مثلا 10 سال تمام، چون ما همیشه خونه هم بغل هستم دیگه بود، 10 سال من مقایسه میشدم تا اینکه حالا خونه‌مون یه مقدار جدا شده. البته مقایسه همچنان بود، انقدر این تو ذهن من موند که من تو کل زندگیم همیشه تلاش کردم به یه جایی برسم که اون دوستم رو استخدام کنم، که این کارم کردم، جزء کارایی بود که فقط روزی که من ایشون رو یعنی دعوت به همکاری کردم، من خودم براش بلیط گرفتم، اومد ترکیه، اومد دفتر من، همکاریمو با دوست خودم شروع کردم در حالی که نیاز به اون نیرو نداشتم اصلا، صرفا هدف این بود که بیان که من زنگ بزنم مامانم بگم که ببین فلانی بود منو مقایسه میکردی الان داره واسه من کار میکنه. و عین این قضیه واسه یکی دو تا از فامیلای ما هم که همیشه منو مقایسه میکرد، میگم ببین چقدر از لحاظ مثلا من یه بچه 10 ساله بودم و سن 30 سالگی هنوز این قضیه یادم بود و رسید به جایی که مثلا من اون 3-4 تا فامیلی که من رو با اونا مقایسه میکردن هم من استخدام کردم با اینکه هیچ کاری واسه شون نداشتم، صرفا برای اینکه مامانم بگم که ببین اونایی که مقایسه میکردی الان کارمند منن. و اینا خیلی تاثیر میذاره، خیلی تاثیرات منفی میذاره، یعنی اصلا نادیده نگیریم. اما در حال تجربه براتون پیش میاد توی این مرحله، شما تجربه رو تو قدم 8 تجربه میکنید و بعد از قدم شیرین حالا یا تلخ تجربه، چون قطعا توی این قسمت خیلی شکست های زیادی رو تجربه میکنید و ولی چون عبور از بحران ها رو یاد گرفتید، دیگه بدنتون آداپته شده، افکارتون آداپته شده، شما با اون دیگه بیدی نیستید که به اون بادا بلرزید، نیاز به یک طوفان و باد سنگینی هست که بلرزید، دیگه با حرف مادر و پدر و دوست و رفیق و همسایه و اینا چیزی نمیشه وقتی تو این مرحله هستی. در حال تجربه و خیلی شیرینه و شما وارد قدم 9 میشید و جالب اینجاست که 10 قدم دردناک تا موفقیت، قدم 9 موفقیته. همه فکر میکنن قدم 10 قدم آخر موفقیته، نه، بعد از موفقیت یک قدم خیلی جالب هست، خیلی جالب. قدم نهم قدمیه که شما وارد موفقیت میشید، ولی ممکنه که خیلی ها تا 8 برسن دوباره برگردن، دوباره تلاش کنن و دوباره برگردن، این یه چیز طبیعیه. این تو مرحله تجربه چقدر گیر میکنید برمیگرده به کل قدم ها. وقتی خب تو مرحله تجربه شما گیر کردید، سوشال مدیا باید تحقیق کنید، مثلا دارید فارسی حرف زدن داره یادم میاد، دارم انگلیسی فکر میکنم فارسی حرف میزنم، خیلی سخته، باور کن خیلی سخته، من خودم هم اینطوریم، آره اصلا نمیتونم، خیلی به فشار داره میاد. اوکی، داری مشتری از دست میدی و سود داری از دست میدی، داری ضرر زیادی رو تجربه میکنی، بیزنست داره پایین میره، آره داره پایین میره، این تجربه تلخیه. قدم 3 قدم قبلترش سوشال مدیا، آقا تحقیق کن چطور مشتری جدید کسب کنم، از کجا پول بیشتر در بیارم، چگونه میتونم تبلیغات کنم، چه حجم تبلیغاتی و چطور پول داشته باشم، چطور سرمایه گذاری کنم رو تبلیغات. یعنی این قدم ها دونه دونه با همدیگه یکیه، یا مثلا باید همیشه یادت باشه اوکی من الان توی تله اثبات به دیگران گیر کردم، من مغازمو زدم، موفقم، ولی مامانم همچنان من رو به عنوان آدم موفق نمیشناسه، اصلا نیازی نیست من اثبات کنم خودم رو، میدونید چی میگم؟ یا مثلا خیلی به من پیغام میدن آقای دکتر مدرک دکتراتو بفرست ما ببینیم، اوکی مگه من میخوام تو جراحی کنم، من نیازی ندارم اثبات کنم، اصلا آقا من دیپلمم، آقا دیپلمم ندارم، من سیکلم، تو خوبی، میدونید چی میگم؟ اصلا نیازی به اثبات من فکر کنم جامعه اصلا از مدرک گرایی هم دیگه بیرون اومده، اگه کسی واقعا دنبال این چیزاست مشکل خودشه، واقعا فکر نمی کنم که همچین من حق دلیل خاصی باشه. اگر من یه روزی اومدن من آموزشگاهی زدم که آی تی مارکتینگ رو بخوام آموزش بدم، اون موقع منطقیه،
ولی وقتی من دارم از زندگی شخصی حرف میزنم اصلا مهم نیست، یعنی چه ربطی داره؟ مگه من دارم کاری انجام میدم که به اون مدرک مرتبطه که بیام رونمایی کنم ازش؟ بعدش هم تو آفیس هم از هر کس دوست داشته باشه رو دیوار آفیس هست بیاد ببینه، من مشکلی ندارم. این تله ایه که شما در کل پروسه 10 قدم تا موفقیت توش گیر میکنید، یعنی خود اثبات به دیگران هست، این مشکلات کلا پیش میاد. توی مرحله نهم شما خود موفقیت رو تجربه میکنید، نهمین قدم از موفقیت، 10 قدم تا موفقیت، قدم موفقیت، مرحله بسیار شیرینیه. شما دارید دسترنج تمام تلاشایی که کردید، به زبان ساده تر تمام بدبختی ها، تمام بیچارگی ها، تمام فشارهای روانی، تمام نهایی که شنیدید رو میچشید، و از اون طرف طعم شیرین انتقام از جامعه، از اون اقتصاد بد، از اون حسای بدی که داشتید. انتقام حتما کشتن یک نفر نیست، انتقام یعنی اون حس این که آقا من این همه جنگیدم و الان انتقامم رو از زندگی گرفتم، با این حجم مالی که درآوردم، حالا با این حجم دانشی که کسب کردم، با این حجم چیزی که الان دارم، با اعتباری که کسب کردم، یا با هر چیزی. یعنی در نهایت به نتیجه میشینه، مثل یک درختی که سیب میده، حالا میوه میده، و شما به اون چیزی که میخواید درش میرسید. این مرحله شیرین، بسیار بسیار مرحله شیرینی، و چیزی واقعا در این مرحله وجود نداره. یعنی شما اوکی، همه میدونن چیه، تعریف خاصی نداره مرحله موفقیت. اگر سوالی هست بپرسید من بگم. نه نه، مرحله دهم من فکر کنم میتونم حدس بزنم مرحله دهم چیه. مرحله دهم توهم قدرته. خب شما به موفقیت میرسی، توهم قدرت برات نداره، باور میکنی که دیگه هر چیزی دست بزنی، اصلا دست به خاک بزنی طلا میشه، شروع میکنی به ریسک های بزرگ کردن. یعنی من نوعی میام یک بیزینس کسب و کاری راه میندازم، به خودم غره میشم، غرور، اصلا غرور، غرور، غرور تا یک سبکش خوبه، اوکی، تا یه جایش غرور، بدون غرور بودن هم خوب نیست، به هر حال باید یک سری خط قرمزا رو واسه خود مشخص کنی به عنوان غرور، خوبه. اما توهم قدرت یه مرحله با خیلی مرحله بالاتر از غروره، این که شما فکر میکنی خدایی، دیگه وقت واسه خیلی از مشتری ها نمیذاری. مثلا شما یه قراری داری، قرار کاری داری، طرف 5 دقیقه دیر میرسه، نه این آقا دیر اومده، من اصلا در شأن من نیست با این آقا قرار بذارم. حالا اون معامله قرار ختم مثلا به 10,000 دلار سود بشه، ولی شما چون وضع مالی دیگه خیلی خوبه، 10,000 دلار برات پول نیست، ولی یادت رفته که همین 10,000 دلار است که داره شما رو تعریف میکنه، همین چیزهای کوچیکه که تعریف مجموعش میشه شما. دقیقاً بعد از موفقیت همه دچار یک توهم قدرتی میشن، باور میکنید. دیدید مثلا تو ترید، واسه مثال بزنم، دیدید بعد از 10 تا 20 تا تریدر خیلی براشون پیش میاد. آره، توهم قدرت خیلی توش پیش میاد، خیلی دیگه طرف فکر میکنه من هر تحلیلی بکنم 100% درسته. معمولا به خاطر همین من فکر میکنم این قانون توی همه حالا همه شاخه های کاری دکتر هست. یعنی ما اصل پارتو رو داریم، هم 20-80 رو داریم، 20% همیشه بهترن، و تو خود اون 20% باز ما 20% داریم که بهترن، که میشه 5 نفر، بعد توی اون 5 نفر هم ما بازی 20-80 داریم. یعنی ما توی هر 100 نفر من فکر کنم فقط 1 نفر با یک نبوغ خاص داریم، 4-5 نفر خیلی خیلی خوب میشن، توی رده های خیلی بالای قرار میگیرن، 15 نفر وسطن، 80 نفر توی اون سند هیچ کارن، فقط هستن. مثلا ما توی ورزش اینو داریم، بین تریدرها اینو داریم، توی بازار اینا رو داریم، و واقعا به نظر من باید باشه. یعنی این یک مجموعه از همه ایناست، باید همه اینا وجود داشته باشن که اونی که بهتره خودشو نشون بده. چه نمیدونم، مثلا فوتبال خیلی مثال خوبیه، مثلا ما یه دونه مسی داریم، یه دونه رونالدو داریم، همه مسی و رونالدو نیستن، اون 1% ستاره میشن، درسته؟ ببین کاملا با این قضیه من موافقم، چون که آره همینه، و من اصلا یه اعتقادی هم که دارم، حالا اکثرم نمیپذیرن یا برمیخوره بهشون، یا مثلا میگن این برخلاف چیزه، دنیا نیاز به لوزر هم داره. یعنی یه عده باید لوزر باشن، یه عده باید تماشاچی باشن، یه عده باید سیاهی لشکر باشن. اون مسی میاد 10 تا سیاهی لشکر رو دریپ میزنه که واسه ما جذابیت داره. اگر 10 تا مسی با هم دیگه بیفتن توی زمین، بازی جذابی به نظرم ارائه نمیشه.
چون یکی در یک تیمه که میاد 10 نفر رو دریبل میزنه قشنگ میشه. اگر نه اگر 10 تا مثلا در یک سطح با هم دیگه باشن هم دیگر هم نتونن دریبل بزنن تو وسط زمینه درگیر باشه بازی جذابی به ما ارائه نمیشه. و آره این قضیه کاملا هست. منتها وقتی به اون مرحله میرسی که 10 نفر رو دریبل میزنی قرار نیست نفر 11 هم بتونی دریبل بزنی. به همون اندازه که برای بار اول تلاش کردی برای بار دوم هم باید تلاش کنی، برای بار سوم هم باید تلاش کنی. یعنی چون مثلا یه بار توپ طلا رو بردی دلیل بر این نیست که دیگه توپ طلای 7 سال بعدم قرار ببری. بابت هر توپ طلا شما باید بجنگی، باید تلاش کنی. بعد یه نکته خیلی جالبی مثلا هست که این 10 قدم تا موفقیت اونجوری که من تو زندگیم تجربه کردم عیناً دوباره از قدم 1 تکرار میشه. مثال دارم بهت میگم، من مرسدس رو خریدم. آره من مرسدس رو خریدم، هدفم رو مشخص کردم، حالا تو مسیرش قدم برداشتم، ملت گفتن نمیتونی، همه گفتن برو بابا تو چی میگی. خلاصه جنگیدم، تلاش کردم، پلن ریختم، پول جمع کردم، مرسدس هم رو خریدم. حالا که میخوام ماشین دیگه ای بخرم یا میخوام کار دیگه ای بکنم دوباره همون آشام کاسه است، دچار بحران فکری میشم، پول کم میارم، اقتصاد به هم میریزه، تحلیل های بازارم نابود میشه، قیمت دلار نابود میشه، قیمت دلار دقیقاً یکی از اون اصلا ماشین خودش یهو قیمتش میره بالا. همین هست دقیقاً، عیناً دوباره از مرحله یک شروع میشه و من دوباره اون ماشین رو میخرم، دوچار توهم قدرت میشم که من به راحتی میتونم این ماشین رو عوض کنم، یه مدل بالاتر حالا 500 میلیون گرونتر میتونم بخرم. بعد یهو میبینم عیناً نمیتونم بخرم، بعد دوباره توهم قدرت میره. دقیقاً همین طوریه، یعنی هر دفعه این قضیه تکرار میشه و این نیست که اوکی من چون یک بیزینس زدم تو بیزینس دومم قطعاً موفق خواهم شد. نه اصلا اینطوری نیست. تو بیزینس دومم هم دوباره باید هدفم مشخص باشه، بدونم کجا دارم میرم، از چه مسیری میخوام برم، از چه راهی میخوام انجامش بدم. یه عده افراد انرژی منفی میدن، یه عده سنگ میندازن، یه عده مشکل ایجاد میکنن. و با این که من همه اینها رو میدونم و من و شما به هر حال تو این مسیر دستی داشتیم، آدم های نسبتا متفاوت تری هستیم نسبت به کسانی که هیچ تلاشی نمی کنن. با این حال ما هم دچار بحران فکری میشیم. یعنی این نیست که مثلا من ناامید نشم یا من تحت تاثیر حرف دیگران قرار نگیرم یا من به خودم قره نشم یا من مثلا توهم قدرت برم نداره. من فکر میکنم برای همه این قضیه پیش میاد. چون من میگم من خودم این اتفاقات واسم پیش نمیاد نیست، همه این مسیر رو تجربه میکنم. وقتی میگم همه یعنی همه، از بیل گیتس گرفته تا ما، همه این مسیر رو دارن. نه اونم بالاخره وقتی یه ویژن جدید داره، یک هدف جدید رو ست میکنه، مسلما باید از همینا عبور کنه. بالاخره یک مسیری که همین برای همه هست. خب یکی دوتا سوال هست دکتر، اجازه میدید ازتون بپرسم؟ حتما اینطوری کنه. خب یکی از دوستان پرسیدن که قابلیت هامون رو چطور پیدا بکنیم، چطور بفهمیم تو چه زمینه‌ای میتونیم رشد بکنیم. من به نکته ای که خیلی توجه کردم، ما یه دوستی داشتیم تو ایران به اسم مهرداد، هیچ قابلیتی نداشت، کلن قابلیت نداشت. در این ساعت که ما توی پارک میشستیم قلیون میکشیدیم، اون موقع قلیون خیلی باب بود، ما قلیون میکشیدیم توی پارک و ما این بهش زغال میدادیم به چرخونه، یا زغال در میرفت یا زغال پودر میشد یا کلن یه اتفاق بدی میافتاد. ما به این کلن میگفتیم بشین، دست به هیچ چیزی نزن. حتی شیلنگ هم می‌خواستیم بهش بدیم، قلیون رو نزدیک می‌کردیم که 1% این نکشه بیفته. کلاً فقط همه چیز رو خراب می‌کرد. و مدرسه هم نرفته بود، سربازی هم نرفته بود. اصلاً این وضعیتی، کلاً هیچ کاری از این آدم بر نمی‌اومد. ولی در یک چیز خیلی خوب بود. ببین مثل ذره‌بین می‌موند. یه شب اومد، زوم میکرد روی چیزی، ول نمیکرد، قفلی میزد. تمرکز بالایی داشت، خیلی بالا، خیلی بالا. من خودم خیلی به موسیقی متال علاقه مندم و متال رو با به صورت معنویش گوش میدم، کاملا با هدف گوش میدم و خیلی موسیقیه که واقعا موسیقی سنگین و قشنگم است. یه بار اومد گفت چی داری گوش میدی؟ گفتم خب فلان گروه، فلان بند، فلان موزیک. بعد گفت بده منم گوش کنم. ببین این رفت و یک سال تمام راجع به متال تحقیق کرد. یه جایی رسیده بود یه حرفای میزد، میگفتم ببین من اصلا نرسیدم به اونجا، صبر کن. بذار این سبکی که داری میگی رو من اصلا نمیشناسم، گوش نکردم تا حالا. یعنی به صورت اعتقادی اصلا تا اونجا اصلا استایل من نیست دیگه، خیلی مفصل سنگینه. این گذشت. اینجا رو میخوام بهت بگم، این دوست ما
یه شب اومد گفت من میخوام برنامه نویس شم. حالا ما هم نگاه کردیم، دقیقا من یادم، من نگاه کردم به سعید، نگاه کردم به ابوالفضل، ما انقدر خندیدیم که من همون شب سیکس پک در آوردم، انقدر ما خندیدیم، خیلی خندیدیم. مرداد رفت، 4 سال ما این رو ندیدیم. بعد 4 سال گفت بچه ها بیاد گود بای پارتی. میگفتم داداش تو کجا گود بای پارتی کجا؟ میخوای بری شهرستان؟ میخوای بری شمال؟ گفت نه، دعوتنامه از آمریکا اومده، دارم میرم واسه مایکروسافت کار کنم. و ما اصلا همه چیز رو مسخره گرفتیم و این حرفه، ولی واقعا رفت و الان داره واسه مایکروسافت کار میکنه. و این ببین، قابلیت هایی که دوست عزیزمون پرسیده بود، این نیست که مثلا من با یک قابلیتی متولد بشم، نه، شما هر قابلیتی رو میتونید به دست بیارید، اما برای اینکه بدونید به چی علاقه مندید. آره، من اعتقادم برای اینه که کاملا اکتسابی، practice beat talent، یعنی کار نیکو کردن از پر کردن است. شما رو هر چیزی زوم کنی و رو هر چیزی بیش از حد وقت بذاری، تلاشت رو روش بذاری، اونی که استعداد داره رو به راحتی کنار میزنی. متوجه میشید من چی میگم؟ مثلا من خودم بله، تو ترید اصلا استعداد ندارم، ولی تلاشم بیش از اندازه است. مثلا ترکیه یه چیزی حدود 40 روز قرنطینه بود، تو این 40 روز من بلجت بهتون بگم 18 ساعت راجع به ترید مطالعه کردم، کلیپ دیدم، تحقیق کردم، یوتیوب دیگه کلیپی نمونده بود که من ندیده باشم، ایمیل زدم، سوال کردم، یعنی اینستاگرام های مختلف رو چک کردم و الان دارم ترید میکنم و تو سودم، مثلا جزو شغل پذیرفتم این موضوع رو تو 40 روز. ولی خب این اتفاق واسه خیلی تو 2 سال نمیفته، اما اینا روزی 18 ساعت وقت میذارن. بحث سر اینه، بهاش رو دادم نمیذارم، بهاش رو دادم. اینکه من در چه چیزی قابلیت دارم، همه ی قابلیت های دنیا قابل کسبه، حتی خوانندگی، یعنی حتی خوانندگی هم اکتسابی، حنجره قابل تمرینه، حنجره میتونه رشد پیدا کنه با حالا اون تلاشت. میدونید چی میگم؟ یعنی مثلا این نیست که ابی با اون صدا زاده شده باشه، نه، طرف خیلی تمرین قابل کرده، قابل تربیته تا یه حدی کاملا. خب ببین، خیلی از این چیزایی که توی موسیقی، توی خوانندگی هست، روی نوت خوندنه و اینا همش روی تربیته. فقط صدای حجیم داشتن که ملاک نیست، وگرنه اونجوری هر کی بلندتر داد بزنه خواننده بهتری هم هست. یعنی خیلی از چیزا قابل کسبه و توی اون بخشی که میپرسن صرفا کافیه که بخوان، حالا هر چیزی رو که بخوان فرقی نمیکنه. میگم کسی که دیپلم هم حتی نگرفته بود کارمند مایکروسافت الان، یعنی دقیقاً. خب من فکر می‌کنم این در واقع میشه همون بخشی که گفتیم روی خودتون سرمایه گذاری کنید. یعنی مثال همین موردی که شما میگین روزی 18 ساعت وقت گذاشتین، یک اسکیل ست جدید یا یک مهارت جدید رو یاد گرفتید، این خودش در واقع به یک سرمایه گذاری روی خودتونه. استیو جابز یه مثال خیلی خوبی داره، میگه هر مهارتی با 10,000 ساعت تمرین شما رو به کمال میرسونه. یعنی شما میتونید 10,000 ساعت روی هر چیزی تمرین بکنید، میشید جز تاپ های اون مسئله. حالا یه سری اسکیل ست هست، مثل مثلا مبحث همین ترید که میگین، یه سری اسکیل هست، مثل اسکیل، حالا ما خیلی اینو داریم، اینکه چطوری شما صحبت بکنی، بادی لنگویج، یا مثلا روی استیج رفتن، اینا خودش مهارته. خود این مهارت ها رو شما میتونید توی خونه تمرین بکنید، یعنی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. نه، و یکی از دوستان اینو توضیح دادم چون سوال شده که روی خودتون سرمایه گذاری کنید یعنی چی؟ سوال خیلی خوبیه. روی خودمون سرمایه گذاری کنیم یعنی چی؟ ببین، ما بزرگترین سرمایه‌مون توی زندگیمون عمرمونه و زمانمونه و اینکه من وقتم رو برای چه کسی میذارم و برای چه چیزی میذارم میشه سرمایه گذاری کردن. حالا بیایم، مشکل اینجاست که ما چون داریم در لحظه زندگی میکنیم و نمیتونیم آینده رو ببینیم، متوجه اصل داستان نمیشیم. اما اینجوری به قضیه نگاه کنیم، من با آقای جناب قیاسی عزیز امروز لایو گذاشتم، من روی ایشون سرمایه گذاری کردم، ایشون روی من. تعدادی از فالوورهای بنده با شما آشنا شدن، تعدادی از فالوورهای شما با من. فرض بگیرید این تبادل 30 نفر بوده باشه فقط، یعنی 30 نفر از سمت شما، 30 نفر از سمت من. این 30 نفر اثر پروانه‌ایه. این 30 نفر در طولانی مدت می‌بینید تبدیل میشه به 30,000 نفر توی در طی 5 سال. ببین، بال زدن یک پروانه میتونه
مسیر بازدادن یک پروانه در ایران میتونه مسیر یک تورنادو گردباد رو گردباد. توی توفان. آمریکا، آره طوفان، یک طوفان رو توی آمریکا عوض کنه. چرا؟ چون انرژی از بین نمیره، به وجود نمیاد، فقط از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. آفرین. اینو من کوتاه مختصر یه چیز دیگه هم بگم. این که میگم روی خودتون سرمایه گذاری کنید، یعنی من وقتم رو بابت چه چیزی دارم میذارم. من دارم توی اینستاگرام میگردم و خودم رو دارم مثلا پر کردم، اطرافم رو از توطئه های کرونا پر کردم، اطرافم رو از حاشیه های حجب، از نمیدونم اطلاعاتی که به دردم نمیخوری یا سوالات مسخره مثل مثلا اول مرغ بوده یا تخم مرغ یا سوالات دیگه ای که ساعتها وقت میذارم و بهش فکر میکنم و اصلا جوابش هیچ سودی برای من نخواهد داشت، چه بهش برسم چه نرسم. وقتی که من میام وقتم رو برای خودم میذارم و من میخوام آقا در آینده به از لحاظ مادی معنوی یا هر چیزی به یک هدفی برسم، میخوام پولدار شم، خب خیلی خیلی که چه عرض کنم، 90% کسایی که پولدار شدن پولدار به دنیا نیومدن، از صفر تو پوزیشن من و شما حتی کمتر شروع کردن پولدار شدن. خب بشینم کتاب بخونم، مطالعه کنم، وقت بذارم، تحقیق کنم، ببینم زندگی اونها از کجا شروع شده، راز موفقیتشون چی بوده، چی کار کردن. به این میگن روی خودت سرمایه گذاری کردن. حالا من هدفم اینه که یکی از دوستان تو لایو من خیلی سوالی پرسیده، به من میگفت من میخوام یک سخنران انگیزشی بشم چیکار کنم؟ گفتم خب فن بیان یاد بگیر. خیلی ساده است، گوگل سرچ کن فن بیان چگونه خوب صحبت کنم، بادی لنگویج چیست. خیلی ساده است. فن بیان، فن بیان با کتاب خوندن هم خیلی گسترش پیدا میکنه. قطعاً شما باید دایره اون دایره لغتتون، دایره مثال هایی که میزنید باید بالا باشه. زنده باد. راجع به اثر پروانه ای که گفتین، خب این یه چیزی که در طول زمان به وجود میاد، بسیار بسیار مطلب باحال و جالبیه. من فکر میکنم یه ایرادی که ما این روزا داریم، ما به زندگی مایکروویوی تقریبا عادت کردیم. یعنی بله. مردم همه چیزو همین لحظه و همین الان میخوان، یعنی طرف حاضر نیست برای اینکه به یک موفقیتی در مدت 3 تا 5 سال برسه، حاضر نیست تلاش کنه، حاضر نیست اون تایمو بذاره، دنبال یه راهی که 1 هفته تا 2 هفته انجامش بده و بعد میره به شکست میخوره. چون واقعا واقعیت داستان اینه که شما نمیتونی اون کار رو در 1 هفته تا 2 هفته جا بدی. و بعد وقتی که نگاه میکنه میگه نه این کار مشکل داره، نمیگه که من دارم اشتباه انجامش میدم. یعنی مدل برخورد ما با اتفاقات و مدل برخورد ما با تجربه کردن مایکروویوی شده، یه مقدار همه چیزو خیلی سریعتر از اون چیزی که باید اتفاق بیفته میخوایم. عجلمون خیلی زیاد شده و من فکر میکنم دلیلش همین دنیای دیجیتال، ما حاضر نیستیم زمان برای کتاب خوندن بذاریم. یعنی من واقعا خیلی حس بدی بهم دست میده راستشو بخوام، یعنی خیلی بخوام صادقانه صحبت بکنم، احساس خوبی برام نیست وقتی میبینم که مردم به جای اینکه وقتی میبینن مثلا یک متنی بیشتر از یک تعدادی کاراکتره نمیخوننش. توییتر برای چی معروف شد؟ به خاطر اینکه 250 کاراکتر بیشتر جا نمیشه، حتی اولش 120 چقدر اعتراض کردن که 120 چرا شده 240 تا. آره، چقدر اعتراض شد. و جالبه که توییتر به خاطر این رشد میکنه. بعد میرید شما توییتر رو نگاه میکنید، من توییترم سال 2011 یا 2012 در واقع چیز کردم، رجیستر کردم. بعد الان خب خیلی ها مثلا احساس میکنن چیز خاصی که شما اون سال رجیستر کرده باشی. بعد نگاه میکنم میبینم من هیچ فالووری ندارم، چون واقعا اکتیویتی ندارم. چرا؟ چون احساس میکنم شما چیزی رو نمیتونی اینطوری انتقال بدی. بعد یارو میاد یه خط مینویسه که مثلا به نظرتون مثلا این آدم فلان نیست، یا این کارو بکنم یا این کارو نکنم، و واقعا من خندم میگیره که چطور شما میتونید زمان بذارید بابت این. یعنی نگاه میکنم اسکرین تایم آیفون نشون میده مثلا سوشیال مدیای طرف در روز 6 7 8 ساعته. واقعا چطور میتونی، یعنی چطور این امکان وجود داره که یک آدمی 8 ساعت در روز وقت رو بابت یک مسیر بذاره؟ حالا کاش مطالب حالا درست رو ما انتخاب کنیم. اکثر این فیدها و اکثر این اطلاعاتی که اینجا میاد به قول شما فقط و فقط برای حالا همون بحثی که گفتیم اینتراکشنه، یعنی فقط برای اینکه یک ادیکشن جدید، یک اعتیاد جدید توی آدم تولید بکنه و به هیچ عنوان هیچ پروداکتیویتی متاسفانه ندارد، خیلی کم. یعنی شاید فقط متاسفانه نداره اینو. آره. یعنی شاید این هست درصد کوچیکی،
پروداکتیویتی داشته باشه. اول جملتون یه چیزی گفتید، من یه استوری رو چند روز پیش گذاشتم که یه درصد جواب خیلی جالبی من دادم، منم یک نتیجه خیلی جالبی گرفتم. من اینجا مثال میزنم بدونید. من یه سوال گذاشتم که مال فیلم ماتریکسه، دو تا قرص قرمز و آبیه. من میگم آقا من یه قرص قرمز دارم که اگر این رو بخورید 10 سال پیر میشید ولی 1 میلیون دلار بهتون پول میدم. یه قرص دیگه دارم که اگر این رو بخورید شما برمیگردید به 10 سال قبل ولی هیچی پول ندارید، ولی تجربه امروز و دانش امروزتون رو دارید. 90% گفته بودم ما برمیگردیم 10 سال قبل. من پرسیدم چرا در یک استوری؟ همه گفتن خب ما میریم اونجا و خب دلار میخریم، فلان میکنیم، بیت کوین میخریم، سرمایه گذاری میکنیم، این کارو میکنیم، زمین میخریم تو فلان شهرستان. گفتم خب ببین اون 10 سال قبل شما میدونستی که دلار قراره بالا بره ولی نخریدی. الان هم که من اینجا نشستم میدونم دلار 10 سال دیگه قراره بالا بره ولی نمیخرم. الان که من اینجا نشستم میدونم که 10 سال آینده قراره که مثلا زمینای فلان مثلا فلان شهرستان آخر دنیا سمت چپ قراره بره بالا ولی نمیخرم. میدونید میخوام بهتون بگم اون زمانی که ما میگیم اگر 10 سال پیش من مثلا فلان زمین رو میخریدم، 10 سال دیگه هم برمیگردیم میگیم اگر 10 سال پیش، یعنی اون 10 سال بالاخره میاد اول و آخر. چه شما بخوای چه نخواهید، آره ماها آدم تصمیم نیستیم. چطور که 10 سال پیش یه عده تو اون مثلا شهرستان تو اون روستا زمین خریدن و ما نخریدیم، همین الانش هم قطعا اطراف ما پر از این فرصت هاست، پره. حالا خیلی این فرصت ها هست، مثلا زمینی جایی بخریم، دلاری بخریم، کاری بکنیم، سرمایه گذاری کوچیک 10 ساله‌ای بکنیم. اما مشکل اینجاست که ما اصلا نه دیگه، ما اصلا به سرمایه گذاری 10 ساله نگاه نمی کنیم متاسفانه. سواد سرمایه گذاری برای ما شده امشب تا فردا. دقیقاً متاسفانه. بعد طرف میاد میگه اگر ماشین زمان بود من 10 سال پیش برمیگشتم به گذشته فلان زمین و فلان جا میخریدم، فلان کارو میکردم. میگم خب الان بکن، خیلی از این فرصت ها اطراف ما هست. خیلیشون میگن ما الان پول نداریم. میگم اوکی 10 سال وقت داری کتاب بخونی، 10 سال آفر. وقت داری در یک چیزی متخصص بشی. میگه 10 سال پیش اگر من کد نویسی رو میخوندم الان هکر بودم. اوکی الان بخون، 10 سال بعد به جایی برس. دقیقا امروز ما باید تصمیم بگیریم برای 10 سال دیگه. این اون اثر پروانه‌ایه، پروانه‌ای که الان بال میزنه همین الان مسیر اون گردباد رو توی آمریکا تغییر نمیده تا این انرژی بچرخه و به آمریکا برسه و به اون گردباد برخورد کنه. یعنی 6 ماه طول میکشه. خب یه سوال دیگه هم هست، حالا راجع به این مبحث اثر پروانه، یه کتابی هست اگه دوستان دوست داشته باشن مطالعه بکنم، من اینم خیلی کوچیک بگم، مال دارن هاردی، اثر مرکب، که حالا یا هم کامپاند افکت اگه انگلیسیشو می‌خواید بخونید، کتاب بسیار بسیار خوبیه راجع به دقیقاً همین مبحثه. یه سوال انقدر اینو معرفی کردم دیگه زبونم مو در آورد، عکس می‌گیرم از صفحاتش، عکس می‌گیرم می‌ذارم، مثلا میگم آقا نمی‌خونید اوکی، شما که ماشاءالله اهل خوندن نیستید، دقیقاً یه تیکه از کتاب این مطلب مهمه اینو بخون. فوق العاده کتاب خوبه، 60 صفحه هم سر بسیار نیاد نیست. خب یه سوال دیگه، یه سری هستن که همیشه عادت دارن که حالا این چیزی که من خیلی باهاش برخورد میکنم، مثلا ما مثال بیت کوین امروز خیلی روی مثلا بورسه خیلی استفادهش میکنن، یا مثلا مثال زمین خیلی عنوان میشه، یا امروزه مثال ماشین خیلی عنوان میشه که مثلا ما اگه این کارو میکردیم. بعضی هستن با آدم این مسئله با آدم روبرو میشه دیگه، مثلا این طرف میاد میگه که من 5 سال پیش فلان چیزو داشتم و مفت از دست دادم. به این آدم شما چی میگی؟ من اگر مثلا فلان زمینو الان داشتم الان قیمتش 30 برابر بود. آره این هست، یه چیزی هست که من خودم تجربه کردم. من به این آدم این رو میگم، من تو ترکیه یک معامله ای رو انجام دادم. من فقط یه توضیح بدم که چرا این سوال رو پرسیدم، به خاطر اینکه ببینید وقتی آدمی میاد اینو هی تکرار میکنه، این براش یک ابجکشن تولید میکنه که اوکی من همه مشکلات زندگیم تقصیر اینه، و گیر میکنه توی اون نقطه. شما به این آدم چی میگین؟ چی کار کنه درسته؟ ببین من توی ترکیه اومدم یک معامله ای رو انجام دادم که بی نهایت گرون برام تموم شد. یعنی مثلا چیزی رو خریدم که در حالت عادی مثلا 500 تومان بود، من اینو خریدم مثلا 750 تومان.
یک دوم قیمت بالای اون رقم اصلیش، و خب چون رقم بالایی هم بود خیلی از لحاظ روانی به این فشار اومد، چندین روز از لحاظ روانی درگیر بودم. اما بعد از یه چند روز انقدر نکات مثبت این موضوع واسه من داشت، این بستگی به خودتون داره که چطور از این موضوع استفاده کنید. من هی بیام بگم واو من این کارو کردم اشتباه شده، نکات مثبتش توی این موضوع این بود که من دیگه هیچ معامله ای رو بدون استعلام از سجا انجام نمیدم، و دوم اینکه کلا رفتارم توی همه معاملات عوض شد، دیگه سر هیچ معامله ای دوستانه برخورد نمیکنم. یعنی برای من بیزینس بیزینسه، شغل شغل، یعنی آره فرندشیپ فرندشیپ، شغل بیزنس هم بیزنس. کار چی میگن؟ آره کاکا چیز برادرستان یادم رفت. رشته کلمه دستان همون. حساب حساب کاکا برادر. دقیقا. من چون ترکیه هم زندگی میکنم اینا خیلی هاش مثال مشابه ترکیه هم داره. بعد میخوام ترکیش رو بگم. خب. و الان من این شده برام. متو اینکه شخصی که میاد اینجوری برمیگرده به گذشته و میاد میگه که من مثلا فلان زمین رو داشتم مفت از چنگ از دست دادم فروختم انقدر، به ما اصلا نمیتونیم تو گذشته زندگی کنیم، گذشته تموم شده رفته، اصلا نمیشه تغییرش داد، نمیشه برگشت به اون دوران، نمیشه تأثیری توش داشت، هیچ کاریش نمیشه کرد. اما خیلی خوب میشه از گذشته درس گرفت، و زندگی مثل ترید میمونه، همیشه سود نیست، خیلی وقت ضرره، خیلی وقت اینطوریه، خیلی تو پیش میاد، طبیعت ماجراست. منتها یه چیزی که من رو خیلی متمایز میکنه نسبت به همه افراد، الان نسبت به همه کسی که حداقل من میشناسم، اینه که من همیشه احساساتم رو از همه تصمیماتم جدا میکنم، هیچ تصمیم احساسی در زندگی نمیگیرم. به خاطر همین حسرت گذشته رو میخورم، چون حسرت احساساته. نه غمگین میشم نه ناراحت میشم. پذیرش خیلی مهمه، بپذیرم که اشتباه کردم، بپذیرم که اوکی من اونجا سوتی دادم، بپذیرم که اوکی من این مسیر اصلا نباید میفروختم، اوکی حالا فروختم، حالا راه حلش چیه، حالا باید چی کار بکنم، چطور میتونم اون رو دوباره به دست بیارم. این میتونه خیلی کمک کنه که زندگی رو واضح تر ببینیم. ولی واقعا واسه این گونه از افراد من حرفی ندارم، چون در نهایت اینا آدم های غرغروی هستن که در زندگیشون به هیچ کجا نمیرسن. به همون اندازه که من مرگ و شکست رو گارانتی میکنم، آدم های غرغرو هم به هیچ کجا نمیرسن رو من گارانتی میکنم. مگر اینکه اونو از اون ذهنیت رو از بین ببرم، مگر اینکه عوض کنن خودشون، باید تغییر کنن. دکتر جان من اول یه بار این 10 مورد رو تایتل وار برم، بعد شما مطلب آخر رو بگین. مورد اول هدف بود، مورد دوم ویژوالایزیشن یا تصویر پردازی، مورد سوم انگیزه، چهارم شکست که گفتیم یک بازی بی نهایته، مورد پنجم سوشیال مدیا، مورد ششم بحران، هفت اینکه مسئولیت جایگاه خودمون رو بپذیریم، مورد هشتم عبور از بحران، ببخشید هفتم عبور از بحران، هشتم اکسپیرینس یا تجربه، نهم موفقیت و دهم توهم قدرت. من از شما بسیار سپاسگزارم، ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. خیلی ممنونم قبل از هر چیزی از اینکه وقت گذاشتین، باعث افتخار بنده بود. کلام آخر. اوه. چه معنوی چه مادی فرق نمی کنه، بزرگترین لذت دنیا توی خلق کردنه و ما اشرف مخلوقاتیم. طبق دین، معنویات یا هر چیز دیگه‌ای که مرتبط به خدا هست، اگر بررسی کنیم موضوع رو، ما جانشین خداییم و هیچ لذتی بالاتر از خلق کردن آنچه که میخوای نیست. یعنی تو خلق کنی موفقیتت رو، کمپانیت رو، شرکتت رو، از لحاظ معنوی حالا اون چیزی که میخوای خلق کنی رو، هیچ چیزی، هیچ لذتی این بالاتر نیست. واسه این لذت ارزشش رو داره بجنگه. مثل غذای خوبه، پختنش زمان میبره. زنده با، خیلی خوشحال شدیم، امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشین، امیدوارم که همیشه زندگیتون سرشار از یه لحظه قد شدین، ولی امیدوارم زندگیتون همیشه سرشار از خوبی باشه، انرژیتون فوق‌العاده، همیشه خیر و برکت باشه. برای همه دوستانم در واقع ممنونم از اینکه وقت گذاشتین، مرسی، امیدوارم شب خیلی خوبی داشته باشین و خدا نگهدار همگی.